سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب ما خوش آمدین. امروز هم آمدیم تا برای شما طرز بافت دستگیره های دولایه رو آموزش بدیم. برای بافت این دستگیره های دولایه زیبا ما طوری که میبینیم به نخ، قیچی و قلاب 3 میلی احتیاج داریم. دوستان و بینندگان عزیز، برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب، زنگوله را فشار دهین، ویدیوهای ما رو لایک و شما میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو در کامنت برای ما بذارین. خب دوستان، میام و بافت دستگیرم رو شروع میکنیم. نخو به این حالت میچرخونیم، از زیر نخ رد میکنیم، نخ میگیریم به این حالت. خب ما در اینجا از پای نیمه بلند استفاده میکنیم، پس دو تا زنجیره میزنیم به ازای یک پای نیمه بلند، دو تا زنجیره ما بین پای نیمه بلند ها به این صورت، دو تا زنجیره نخو میگیریم به این حالت، هر سر رو با هم دیگه یک جا رد میکنیم، یک، دو تا زنجیره فاصله ما بینشون و دوباره به این حالت میبافیم و در کل باید 9 تا پای نیمه بلند بافته بشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا 9 تا پای نیمه بلند داریم. دو تا زنجیرمون رو که زدیم به زنجیره دوم بست میزنیم به این حالت، یک زنجیر دیگه میزنیم و نخمون رو کات میکنیم به این صورت و محکم میکنیم. خب الان نخمون رو میکشیم تا به این صورت دور اولمون بافته شد. قسمت پشت سر هم نخمون رو محکم میکنیم که این قسمت باز نشه. البته شما میتونی از زنجیره استفاده کنی، ولی ما به خاطری که دایره‌ای که در وسط به وجود میاد از دید پنهان باشه یا کوچکتر باشه، از حلقه جادویی استفاده کرد. خب برای دور بعدی از رنگ دیگه استفاده میکنیم، سلیقه‌ای و دلبخواهی است. از هر رنگی که بخوایی میتونی استفاده کنین، حتی از یک رنگ، از چند رنگ، هر ردیف رو میتونین یه رنگ بزنین، بستگی به سلیقه شما داره. خب این قسمت نخو میگیریم، 1 2 3 سه تا زنجیره میزنیم و یک پای بلند، ولی این دوتا رو یکی نمی کنیم. دوباره نخو میگیریم، یک پای بلند دیگه، سه تا رو با هم دیگه یکی میکنیم، 1 2 3 سه زنجیره و در این قسمت دوباره 1 2 و 3 با هم یکی میکنیم، 1 2 3 مثل بافت فندقی. دورمون رو تا آخر بافتیم به این حالت. بافتای فندقی بود ستایی که زدیم و ستا زنجیره فاصله ما بینشون به قسمت بالای بافت فندقیمون بست میزنیم و دورمون تکمیل میشه. نخمون رو کات میکنیم
خب دوستان، دور سوم رو شروع میکنیم. نخمون رو گره میزنیم قسمت خالیگاه. فرق نمیکنه از کدوم خالیگاه شروع کنیم، نخمون رو گره میزنیم به این صورت. خب یک دو سه، سه زنجیره، یک پای بلند، دو تا زنجیره، دو تا پای بلند، یک دو. خب این یک خالیگاه. خالیگاه بعدی دور سوم تموم شد، به زنجیره سوم به این حالت بست میزنیم. یک سلیپ استیچ یا پای مخفی، دو تا، یک دو سه زنجیره، یک پای بلند، دو پای بلند، دو تا زنجیره، سه پای بلند، یک دو سه. به این حالت. ردیف قبلی دو تا پای بلند بود، بعدی سه تا، بعدی چهار تا و بعدی پنج تا. به همین حالت تا آخر میبافیم. این خالیگاه تموم شد. خالیگاه بعدی باز هم مثل دور قبلی به زنجیر سوم بست میزنیم. دوباره یک بسته دیگه و یک بسته دیگه تا نخمون رو به قسمت خالیگاه برسونیم. خب دوباره سه زنجیره. دور قبلی سه تا پای بلند بود و این دور میشه چهار تا. یک دو سه و سه زنجیره اول به ازای یک پای بلند، دو زنجیره و چهار تا پای بلند می بافیم. یک دو سه چهار. خالیگاه بعدی روند پنجمون هم تموم شد. به زنجیر سوم مثل ردیف های قبلی بست میزنیم. به این صورت و نخمون رو به این قسمت خالیگاه با سلیپ استیچ یا پای مخفی میرسونیم. خب ردیف قبلی چهار تا بود، این ردیف ما پنج تا میزنیم، سه تا زنجیره و چهار تا پای بلند.
دو تا زنجیره. پنج تا پای بالا. به این شکل. خالیگاه بعد بله دوستان، دوره ششم هم تموم شد. به زنجیره سوم بست میزنیم به این حالت، یک زنجیره دیگه هم میزنیم. خب نخمونو کات میکنیم و قسمت پشت بافتمون محکم میکنیم. اضافه رو کات میکنیم. بقیه ردیف ها هم همچنین همین کار رو انجام دادیم. خب نخ رنگ دیگه همون رو میگیریم و از یه رنگ استفاده میکنیم. در قسمت خالیگاه هایی که دو تا زنجیره داشتیم، خب یک دو سه، سه تا زنجیره میزنیم و ده تا پای بلند. ده تا پای بلند زدیم، سه زنجیر اول هم یک پای بلند، 11 تا یک زنجیره میزنیم. قسمتی که دو تا پای بلندمون به هم دیگه وصل شده بودن، یعنی ما بین این 5 تا پای بلند و این 5 تا پای بلند دیگه یک پای کوتاه میزنیم، یک زنجیر دیگه میزنیم. دوباره میایم قسمت این خالیگاه و 11 تا پای بلند دیگه میبافیم. به این حالت یک زنجیره میزنیم، میایم و قسمت ما بین این دو پای بلند یک پای بلند یک زنجیره و این دورمونو دور تا دور تا آخر به همین حالت میبافیم. بله دوستان، دور هفتم تموم شد. زنجیره میزنیم و قسمت رو پای کوتاه یک زنجیره و زنجیرمون رو به زنجیر سوم ابتدای بافتمون بست میزنیم. دوستان یک طرف دستگیرمون رو با هم بافتیم. چون دستگیره ما دو لایه هست، ما جوره دیگرش هم از قبلا بافتیم. حالا میایم و اینا رو به هم دیگه وصل میکنیم. خب دوستان، برای وصل این دو طرف دستگیرمون ما از یه رنگ دیگه یک ردیف یا یک دور دیگه میبافیم. قسمت پشت دستگیره همون نخهای اضافیش رو قیچی میکنیم و محکم میکنیم.
خب از این قسمت ما میایم و اینجا 11 تا زنجیره زدیم. ما بین زنجیره اول و زنجیره دوم شروع میکنیم و نخمون رو اضافه میکنیم. متوجه باشین که دو طرف دستگیره به یک مکان و یک جور بافته بشه که مشکلی پیش نیاد. خب نخمون رو محکم میکنیم. نخو میگیری، دو تا زنجیره میزنه و در همین جای قبلی یک پای کوتاه میبافه. خب دوباره یک دو زنجیره. خب میایم ما بین پای بلند دوم و سوم دوباره یک پای کوتاه میبافیم، دو تا زنجیره. در همون جای قبلی دوباره یک پای کوتاه. در هر فاصله ما بین دو تا پای بلند ما دو تا پای کوتاه میبافیم و ما بین هر کدوم دو تا زنجیره فاصله. خب رسیدیم به این قسمت. این قسمت ما جایی که پای کوتاه داریم یک بست میزنیم و دوباره قسمت پای کوتاه اول و دوم شروع میکنیم و پای کوتاه میزنیم. دوباره به همین صورت ادامه میدیم. بله بینندگان عزیز، دورمون تموم شد به این حالت و دو زنجیره پای بلند آخر رو هم میزنیم به این شکل. خب در این قسمت ما قبل از اینکه دورمون رو بسته کنیم و تموم بشه به یک دسته نیاز داریم که برای دستگیرمون دسته ببافیم. میایم در قسمت پای بلند دور قبلی یک پای مخفی یا اسلیپ استیچ میزنیم و شروع میکنیم به زنجیره زدن. 3 4 5 6 هر چقدر که خواسته باشین، دستش بزرگ باشه، بلند باشه یا کوتاه، میتونه زنجیره بزنه. بله دوستان، 20 تا زنجیره زدیم و این قسمت زنجیره رو باز هم میایم قسمت استیچ پای بلند پای کوتاه قبلی که بافتیم محکم میکنیم، پای مخفی میزنیم. خب و از این قسمت اول بافتیم شروع میکنیم
پای کتا میزد. بله دوستان، دور تا دور زنجیره هامون رو پای کوتاه بافتیم. در این قسمت ما میایم و در همون استیچ اول پای مخفی میزنیم و در قسمت پای کوتاه اولی که اول دور بافتیم دوباره یک پای مخفی، دو پای مخفی، یک زنجیره دیگه. دوستان عزیز، بافت دستگیره همون تمام شد. امیدواریم که شما هم بتونین به راحتی دستگیره ها رو ببافین و تشکر از اینکه تا این لحظه از ویدیو با ما همراه بودین. عزیزان، برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل ما رو سابسکرایب، زنگوله رو فشار دهین، ویدیوهای ما رو لایک و شما میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو در کامنت برای ما بذارین. وقت شما خوش.